سلام. سلام به همه شما دوستان خوب زمان برخاستن. سلامی به برخاستن در زمانی که برخاستن ضروری ترین نیازه و از زمان و زمین صدا و ندا نیاز برخاستن به گوش میرسه. از کارخانه و پمپ بنزین، از پیاده رو و صف یارانه، از بازار و قیمت اجناس، از دانشگاه تا ورزشگاه و از همه جا صدا و ندا و ضرورت برخاستن به گوش میرسه. بله، از برنامه‌ای به شما سلام می‌کنیم که از همین ضرورت برای رها کردن و نجات دادن صحبت می‌کنه. با ما و با این ندا همراه باشید. هم درد رو بشنوید و هم درمان رو. پس در شروع اجازه بدین نگاهی داشته باشیم به پاراگراف 2. روز 16 اردیبهشت صدها تن از هموطنان از شرکت تعاونی‌های مختلف مسکن در برابر مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. از جمله کارمندان به جان آمده‌ای که سالهاست در منطقه سوهانک تهران از آنها زمین خریدند ولی به آنها مجوز ساخت داده نمی‌شود. این قبیل تجمعات اعتراضی هموطنانی که از جمله عضو مسکن موسوم به مهر هستند روزانه در شهرهای مختلف برگزار می‌شود و فریاد مردم از چپاولگری‌های باندهای حکومتی برپاست. ما از سال 82 برای این تعاونی مسکن ادارات ثبت و دارایی پول ریختیم. خدا شده اون پولم با بدبختی جور کردیم ریختیم. نداشتم. شوهرم کارمنده. بعد 30 سال اینو بهش داده بودن. بعد رفتیم این پولی که ریختیم بعد 10 سال 87 اعلام کردن که بیاین مجددن 1,000,000 دیگه پول بریزید. به خداونده خدا من رفتم این پولو قرض و قله کردم آوردم ریختم توی حساب. الان از سال 87 تا الان من مستاجرم، خونه 37 متری 4 نفر آدم، نمیتونیم بخوابیم، نمیتونیم بشینیم. اینا هم جواب به ما نمیدن. هرچی دنبالشون میریم آقا جواب ما چی شد؟ این پاس میده به اون پاس میده به اون. هموطن دیگری در مورد اخاذی های مکرر میگوید این ماشین روباتی ما رو چند سال ثبت نام کردیم ولی هنوز مرسکن به اون تحویل نده، ولی هر ماه که میگذره میگه یه مبلغ اضافه به سازمان بریزه. تا 18.5 میلیون تومان ما واریز کردیم برای مسکن مر روبات کریم. هر مبلغی میریزه هنوز خونه رو هنوز آماده نکردم، باز نرخ جدید میاد میبونه، نرخ جدید دوباره باید مبلغ واریز بکنید. 22 میلیون وام بانکی داره، به ما روز اول گفتن 10,400,000 تومان، رسید به 15 تومان، شد رسید به 18 تومان، رسید به 20 و الان رسید به 25 میلیون تومان که باید واریز کنم. با نگاهی به آمار و ارقام مسکن در ایران به خوبی میتوان چنگال باندهای حاکم را در جیب مردم ایران دید. چگینی مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت مسکن روز 17 اردیبهشت در تلویزیون رژیم گفت بر اساس سرشماری سال 90 در ایران 21 میلیون خانوار و 20 میلیون واحد مسکونی وجود دارد. وی افزود ما به تفاوت چیزی حدود 1 میلیون خانه مسکونی مورد نیاز است. ببینید در حال حاضر، در واقع در حال حاضر که میگم، مبنای آماریش سرشماری سال 1390 هستش. بالغ بر 21 میلیون خانوار تو کشور داریم در مجموع و حدود 19 و خورده میلیون 20 میلیون واحد هم در واقع واحد مسکونی داریم. بنابراین بر اساس سرشماری سال 90 یه چیزی حدود 1 میلیون واحد مسکونی ما به او تفاوته. از طرف دیگر مظاهریان معاون وزیر مسکن گفت در حال حاضر حدود 5,300,000 مستأجر در کشور داریم که از این تعداد 2.5 میلیون مستأجر کم درآمد تلقی می شوند. همین کارگزار رژیم اضافه کرد 1,600,000 خانه خالی در کشور داریم که حدود 300,000 فاحد فقط در تهران است. از طرف دیگر جهانگیری معاون آخوند روحانی از گوشه ای از دزدی های بابک زنجانی سوگلی سپاه پاسداران در مورد بانک مسکن پرده برداشت و گفت مبلغ چند میلیارد دلار به حسابی در بانک مسکن واریز شده است. بانک مسکن هم در یک مقطعی تاییدیه این واریز را داده و اعلام کرده است که پول به حساب بانک مسکن در همان بانک متعلق به این فرد واریز شده است. هرچند که نیروی سرکوبگر انتظامی روز 17 اردیبهشت تلاش کرد تا مردم مال باخته را از جلوی مجلس ارتجاع یا جاهای دیگر پراکنده کند، اما رژیم آخوندی نمیتواند صورت مسئله را پاک کند و آن هم عصیان مردم مال باخته است که برای داشتن یک سرپناه دار و ندارشان به تاراج رفته است.
از روز پنجم اردیبهشت که رژیم آخوندی نرخ بنزین، گازوئیل و گاز سی ان جی رو به طرز سرسام‌آوری بالا برد، چه اتفاقی افتاد؟ مردمی که 5 روز قبل از اون 98% به طرح دولت آخوندها برای خود انصرافی از گرفتن یارانه نقدی دست رد زدند. در گشتی کوتاه به پمپ بنزین ها و خیابون ها پاسخ سوالمون رو پیدا میکنیم. افزایش اعتراضات علیه گرانی سوخت. به دنبال گرانی قیمت حامل‌های انرژی، موجی از اعتراضات در سراسر کشور در میان اقشار مختلف مردم برانگیخته شده است. از جمله کامیونداران و رانندگان تاکسی در اعتراض به این افزایش قیمت‌ها دست به اعتراض و حتی تحریم خرید سوخت زدند و با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان افزایش کرایه‌ها شدند. این تجمعات و اعتصابات در تهران، بهشهر، کرج، اهواز، بندرعباس، قم، خرم‌آباد، اصفهان، شهرکرد، ارومیه و رشت و بسیاری شهرهای دیگر میهن گزارش شده و همچنان ادامه دارد. بنزینی گرون بشه، سوخت در واقع گرون بشه، همه چی گرون میشه. اینی که از شورش مردم پرتولر داره. علاوه بر رانندگان خودروهای عمومی، مسافران نیز در بسیاری از شهرها دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان کاهش قیمت کرایه ها هستند. مردم قدرت خریدش خیلی پایین اومده. اصلا دیگه کاسیبی ها همه خوابیده. اصلا معلوم ندارم یا منتظر چیز دیگر. ما که کار نداریم، حالا دیگران رو نمیدونم. بازار ما که اصلا کلا خوابیده. به دنبال فراخوان‌های مردمی برای یک روز تحریم خرید سوخت، شهرهای اهواز، بندرعباس، شهرکرد، خرم‌آباد و ایلام پمپ بنزین‌های این شهر خلوت شدند. در مجموع هم خرید بنزین افت چشمگیری پیدا کرد، به طوری که روزنامه حکومتی جهان صنعت از کاهش 30% خرید سوخت ظرف یک هفته خبر داد. همچنین بخشی از رانندگان کامیون در شهرهای مختلف از جمله در خلخال و قزوین از بارگیری خودداری کردند. رانندگان تاکسی در اهواز که هیچ درآمدی جز کار با ماشین خود ندارند، در تجمع خود پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: یک قطره بنزین گرانتر و مهمتر از یک قطره خون ما. در زنجان 18 آژانس تاکسی تلفنی در اعتراض به گرانی بنزین دست به اعتصاب زدند. اینها گوشه ای از موج اعتراضاتی است که به رغم گذشت بیش از 2 هفته از گرانی حامل های انرژی همچنان ادامه داشته است. آخرین بخش برنامه امروز زمان برخاستن رو با نماهنگی از شعر شاملو و صحبت های کارگران میهنمون دنبال می‌کنیم. از دست‌های گرم تو کودکان تو امان آغوش خیش سخن‌ها می توانم گفت امنان اگر بگذارم. اما سوال ما همین بودش که آیا این کارگر تو این جامعه باید زندگی بکنه یا نکنه؟ زندگی بکنه یا نکنه؟ زبانش واژه‌نامه درد است، واژه‌نامه سالها رنج و دربدری برای لقمه نان. برای یک زندگی شرافتمند که کمترین حق اوست، کمترین خواسته‌ای که او که یک انسان میتواند داشته باشد.
نقمه در نقمه درفکنده، ای مسیح مادر، ای خورشید، از مهربانی بیدریق جانت با چنگ تمامی ناپذیر تو سرودها می توانم کرد، غم نان اگر بگذارد. توی شهر تهران یا جایی که بالای 200,000 تا 300,000 تا من همین الان کارگر سراغ دارم که توی منطقه محروم کل درآمدش 500,000 تومان بوده شاید قبل از عید. بعد عرضم به حضورتون که اون دورور 300,000 تومان فقط داشت که بابت کرایه خونش میرفتش، حالا همین 500 تومانی شده 600 تومان. وقتی که خوب گوش کنی به صدایش، او سخن میگوید از دردی مشترک، از خودش و کاری که بی مزد است و بلا عوض، از دوستی که به سفره نمیتواند بیاورد قوت لایموت فرزندانش را، از اینکه هر روز قدرت خریدش آب میرود. او باید هر آنچه کار میکند را بدهد تا تنها سرپناهی داشته باشد، سرپناهی حتی خالی از بوی تازه نان و دیگر هیچ. رنگ ها در رنگ ها دویده، از رنگین کمان بهاری تو که سراپرده در این باغ خزان رسیده برافراشته است، نقش ها می توانم زد، غم نان اگر بگذارد. من موج این رو مثلا رئیس اداره کار یا مسئولین شهرستان اینو میبینن نمیتونن برن به اون کارخونه بگن آقا شما تخلف داری میکنی، نمیخوان بکنن، دست بالا اون آقا رو باز میذارن. یه سری جوانم که دیگه نمیتونن برن کار بکنن، میرن با 300 تومنم کار میکنن. ولی خب ببین عزیز من، ما رو اجازه تو هماهنگ دارن، ما رو میکوبن، دیگه نمیدونم چی جوری بگم. چشم ساری در دل و آبشاری در کف، آفتابی در نگاه و فرشته‌ای در پیراهن، از انسانی که توی قصه ها می توانم کرد، غم نان اگر بگذارد. خشم را در صدای او بشنو، غمی را که باروت داغی است در انتظار جرقه‌ای کوچک. او آغازگر حرکتی خواهد بود بیگمان، او قطره‌ای است که خواهد پیوست به جویباری شعله‌ور. خشم را در صدای او بشنو، هیمه‌ها در انتظار حریقند، در انتظار شراره. دوستان بیننده، به پایان برنامه زمان برخاستن رسیدیم و باز هم ازتون میخوایم که مطالب، خبرها، تصاویر و گزارشاتتون رو برای ما با آدرس‌های فیسبوک و سایت زمان برخاستن ارسال کنید. تا برنامه بعد همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.